سلام گرم به شما بینندگان محترم، داوود غفاری هستم و شما بیننده برنامه نگاه روز هستید. موضوعی که برای برنامه امروز انتخاب کردیم ویژگی سیاسی مجلس 11 شورای اسلامی. روز سه‌شنبه 6 خرداد ماه 11 دور از مجلس اسلامی آغاز به کار کرد. مجلسی که یک دست از اصولگرایان است و مجلس خبرگان مانع از آن شده که بخش زیادی از اصلاح طلبان به آن راه پیدا کنند. این مجلس یک دست در خدمت به جمهوری اسلامی چه خواهد کرد؟ در این رابطه کاظم نیکا پاسخگوی سوالات ما هستند. کاظم نیکا، ضمن سلام و خوشامدگویی به شما، میدونیم که همیشه دو جناح اصولگرا و اصلاح طلب در مجلس در واقع در مقابل هم بودند. اما حالا میبینیم که اینطور نیست. به نظر شما ویژگی‌های این دوره از مجلس چه هست؟ با درود به شما و بینندگان عزیز. ببینید، اول بزنید اشاره کنم که در واقع خود اون جناهای اصولگرا و اصلاح طلب هم اختلاف اساسی سیاسی رو مسائل اساسی جمهوری اسلامی با هم نداشتن. اونجای اختلافاتشون گل کرد و پی اوج گرفت که فشار جنبش اعتراضی روی گرده جمهوری اسلامی عمیق‌تر شد و هرچه فشار بیشتر شد شکاف اینا هم بیشتر شد و الان اون جناح دو خردادی به اصطلاح قول داده شد بیرون، و نه به دلیل اینکه به اصطلاح این جناح خیلی تقویت شد، به دلیل اینکه اونا کلن وضعیت جمهوری اسلامی طوریه که بخش زیادی از خود حکومتی ها به نیروهای ضد حکومت تبدیل شدن، خصومت هاشون عمیق‌تر شده و امکان سازششون با هم کمتر شده. برحال خصوصیت این مجلس رو اگر بخوام بگم، برخلاف اون چیزی که معمولاً ژورنالیست ها این روزا دارن تصویر میکنن که مجلس اصطلاح متحدی خواهد بود، به نظر من مجلس این دوره به دلیل اوضاع و احوال و شرایط اجتماعی و به اصطلاح کلن مجلس طوفانی خواهد بود، مجلسی که خصومتهاش، خصومت گرایشاتش عمیق‌تر. اتفاقا ما یک جناح از خود اصولگرایان، موقعی که میگیم خودشون از گرایشات مختلفی هستن، اصولگرایان سنتی، اصولگرایان تندرو، جبهه پایداری، همسال اینا همشون الان اون تو هن، و به اضافه یک جناح احمدی نژادی که از همیشه قوی تر اومده تو مجلس اسلامی و کینه بسیار شدیدی نسبت به جناح خامنه ای داره. این نکته هم خوب اشاره کنم که اختلافات جناح‌های حکومتی یه دلیل دیگر عمیق‌تر شدنش اینه که مثلا رقابت‌های اقتصادی، دزدی‌هاشون، چپاولا و اینکه کی در رأس کدوم منبع دزدی باشه مهمتر شده و در نتیجه دعواها بسیار بسیار شدیدتر و خصومت‌آمیزتر خواهد بود. بله، اما از طرف دیگه میبینیم که بخش قریب به اتفاق نمایندگان این دوره از اصولگرایان وفادار به خامنه‌ای هستند. آیا تأثیر این یک دستی به این معنیه که حکومت بدون دستانداز میتونه به مشکلاتی که داره فائق بیاد و همینطور کشمکش ها به حد اقل برسه؟ ارزیابی شما از این مسئله چه هست؟ ببینید، کلن تو حکومت‌های خودکامه نظیر جمهوری اسلامی و امثال هم، مجلس و پارلمان تأثیر چندانی نداره، جایگاه چندانی نداره، بلکه بازتاب جناح‌بندی‌های درون حکومت و اختلافاتش است. به هر حال همونطور که اشاره کردم، خود اولا مجلس اسلامی ظاهر قضیه اینه که همه پشت سر یک رهبرن، ولی به طور واقعی اینطوری نیست. همونطور که گفتم تقریبا یک سوم مجلس اسلامی جناح احمدی نژادیه که کینه شدید به شخص خامنه ای دارن، و وقتی به اوضاع جامعه نگاه میکنیم که به نظر من بعد از جریان تو اوضاع کرونا
خشم و نفرت و فضای اعتراضی بسیار شدیدتری رو مثلا در چشمنداز داره. فکر میکنم مجلس اسلامی هم این رو در خودش بازتاب خواهد داد. به هر حال گفتم مجلس نقش زیادی تو وضعیت جمهوری اسلامی نداره، ولی بازیکنان پشت صحنه مجلس با هم تخاصم دارن، جنگ و دعواهاشون بیشتره، بنبست و مشکلاتشون بیشتره، و در نتیجه فکر میکنم که اوضاع برخلاف اون چیزی که تصویر میشه از قبل طوفانی تر خواهد بود. بله، در جلسه روز سه‌شنبه نماینده خامنه‌ای پیام او رو قرائت کرده که در اون اقتصاد رو از اولویت‌های اصلی کشور خوانده. در واقع موقعیت اقتصادی حکومت رو شما چطور بررسی می‌کنید؟ بدترین ضعف، یعنی مهمترین ضعف یا عمیق‌ترین ضعف و مشکل جمهوری اسلامی مشکل اقتصادیشه، یعنی اقتصادی که به بنبست کامل رسیده. همین روزا یکی از سران حکومت گفتش که از کمیسیون مجلس گفت 40% از واردات کشور قاچاقه، یعنی وضعیت اقتصادشون طوریه که فقط با قاچاق دارن زندگی میکنن و این قاچاق توسط خود پاسداران و اینا میاد، همونایی که احمدی نژاد یه موقع بهشون گفت برادران پاسد مثل قاچاقچی. کلن اقتصاد جمهوری اسلامی بعضش در بداغون بود، بعد داستان کرونا بدتر شد و یه بحران بین المللی اقتصادی وجود داره که این هم فشارش رو بیشتر از قبل روی دوش جمهوری اسلامی میذاره که اقتصادش در بداغون شکننده است، در حال فلج. و در نتیجه به نظر من خامنه ای حق داره که پیام اینطوری بده، چون که وضعیت اقتصاد جمهوری اسلامی تو فلج کامله، فقط با یعنی قاچاق، با دزدی، چپاول و اینها روبروه، و از اون طرف جامعه ایه که ما هر روز میبینیم همین امروز اخبار اعتراضات متعدد کارگرا تو کارخونه های مختلف، شهرهای مختلف، عسلویه، اصفهان، نمیدونم بخش های مختلف جامعه به نپرداختن دستمزد، قراردادهای بردهوار کاری و غیره و غیره. اینها موضوع اعتراضه که این ابعادش میتونه بسیار بیشتر باشه و فکر میکنم که جمهوری اسلامی راهی برای پاسخ دادن به این اقتصاد جلوی رویش نیست، و مخصوصا که سرانش، آخونداش، نمیدونم همشون در حال دزدی کردن برای شخص خودشونن، حسابای خودشون رو پروار میکنن، در تلاش هستن که بار خودشون رو ببندن، چون میدونن که آینده ای ندارن، و در نتیجه وضع اقتصاد جمهوری اسلامی بسیار بسیار اسف انگیز هست. بله، اشاره کردید به اعتراضات روزهای اخیر. میخوام بپرسم که اعتراضات خیابانی در واقع بعد از یک دوره به خاطر شیوع کرونا داره میبینیم که از گوشه و کنار جامعه سر برمیکشه. آیا شاهد یک حکومت یک دست به منظور کنترل مبارزات مردم خواهیم بود یا نه؟ و شما در کل روند و سیر تحولات و اوضاع رو چطور میبینید؟ کلن اعتراضات تا الان که یعنی تو این دوره طبعا هنوز جنبه اقتصادیش میچربه و مثلا کارگرا هستن عمدتا که دارن اعتراض میکنن، به درجه بخشی از دانشجویان و غیره، ولی فکر میکنم که چشماندازی که داریم میبینیم راهی برای یک کشاکش و جدال و مبارزه مردم تو سطح وسیع علیه جمهوری اسلامی باقی نمیذاره، یعنی اوضاع به اون سمت میره که جامعه، چون خشم عمیقی تو جامعه وجود داره که قابل فهمه، یعنی معیشت مردم کلن فلج شده، مثلا فشار، از اون طرف دزدی و چپاول به اوج خودش رسیده که دیگه نهایت نداره، بیرحمی که وجود داره، دستمزدها یک سال و دو سال پرداخت نمیشه، از جانب
حتی بخش زیادی از مؤسسات دولتی و کارگری که اعتراض میکنه رو دستگیر میکنن. در نتیجه خواهم بگم که وقف جامعه نیست که تسلیم شده باشه، جامعه که داره نشون میده که رویه اعتراضی داره و تسلیمش رو گرفته، نمیخواد کوتاه بیاد، نمیتونه کوتاه بیاد. در نتیجه من فکر میکنم که ما بدون تردید در چشمانداز نه چندان دوری شاهد خیزش های بسیار وسیع‌تر از قبل خواهیم بود. من تردیدی در این مورد ندارم و فکر میکنم که جمهوری اسلامی، اینکه جمهوری اسلامی چگونه با اینا میتونه برخورد کنه، خب به هر حال الان جناح‌های مختلف نظامی تو پارلمان هستن، ولی وقتی اینا خودشون با هم کشاکش عمیق‌تری دارن، تأثیرش رو تو ضعفشون در مقابل مردم هم خواهیم دید. ممنون از شما کاظم نیکا که در این برنامه همراه ما بودید. تشکر میکنم. و همینطور تشکر از شما بینندگان عزیزی که تا این لحظه بیننده برنامه ما بودید. تا نگاه روزی دیگر، شبها و روزهای خوبی رو برای همه شما آرزو داریم.